سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نخست نگاهی داریم به تحولات مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته، درباره ادامه مناقشه بر سر برجام، ابقای وزیر راه حسن روحانی و فشار چند نماینده اصولگرا برای پخش اعترافات جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی. گزارشی داریم از واکنش ناتو و ترکیه درباره اقدامات نظامی روسیه در سوریه و به ترکیه می رویم و با بهنام امین خبرنگارمان همراه می شویم با تازه‌های این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک هفته گذشته در شورای عالی امنیت ملی تایید شد، اما مناقشه بر سر آن در مجلس همچنان ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس میگوید قرار است درباره برجام گزارشی 1000 صفحه‌ای آماده و ارائه شود. این طرح قرار است فردا در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد. نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام در این کمیسیون خبر داد. این طرح به دولت ایران اجازه می‌دهد به طور رسمی توافق اتمی با گروه 5 به علاوه 1 را به اجرا بگذارد. طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام که روز یکشنبه 1 فوریت آن به تصویب رسید، مورد اعتراض نمایندگان تندرو مجلس است. آقای شفیعی همچنین خبر داد این طرح یکشنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به 1 فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام رأی داد که بر اساس آن به دولت ایران اجازه داده می‌شود تا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی برجام یا همان توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی اجرایی کند. ارجاع این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتراض برخی محافل اصولگرا را به دنبال داشت. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز دوشنبه 13 مهر امضای این طرح توسط نمایندگان را تعجب آور و تأسف بار خواند. آقای شریعت مداری در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه همچنین گزارش کمیسیون ویژه برجام مجلس را مستند و کارشناسانه خواند و تاکید کرد اجرای توافق اتمی وین جمهوری اسلامی را در بسیاری از عرصه‌ها مخصوصاً اقتصادی، امنیتی و علمی با فاجعه‌ای بزرگ روبرو خواهد کرد. یک روز پیش از گفته‌های آقای شریعت مداری، 5 نماینده عضو کمیسیون ویژه برجام با انتشار بیانیه‌ای گزارش نهایی این کمیسیون را یکسونگر خواندند که منطبق بر منافع ملی نبوده و آثار مثبت توافق اتمی وین را نادیده گرفته است. همزمان محمود نبویان عضو کمیسیون برجام ضمن دفاع از گزارش این کمیسیون هیئت رئیسه مجلس را متهم کرد که اجازه نداده است تا طرح دیگری درباره توافق اتمی وین با امضای 50 نماینده مجلس ارائه شود. آقای نبویان همچنین از وجود 5 سند درباره توافق اتمی وین خبر داد و دولت را متهم کرد که از ارائه آنها به مجلس خودداری می کند. وی از نقشه راه که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده به عنوان سند 4 نام برد و گفت سند 5 توافق یک جانبه میان یکی از مسئولین کشورمان با یک مقام آمریکایی است که در وین صورت گرفته است. بر اساس نقشه راه که روز 23 تیر میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد، قرار است ابهام‌های مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل شود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند که نقشه راه محرمانه است. در همین حال مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه 13 مهر ماه گفت هر جای برجام که قدرت دفاعی کشور را تحت تاثیر قرار دهد غیر قابل اجرا خواهد بود. این را هم به داخلی ها و هم به بیگانگان میگویم.
اما طرحی که 15 نماینده تندروی مجلس برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده بودند، روز سه‌شنبه 14 مهر ماه با مخالفت اکثریت قاطع نمایندگان روبرو شد. عباس آخوندی که 2 سال پیش با 159 رأی موافق وزیر راه شده بود، این بار 16 رأی بیشتر کسب کرد و با رأی موافق 175 نماینده مجلس در سمت خود ابقا شد. نمایندگان مجلس به ادامه مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی رأی دادند. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه 14 مهر پس از استماع نظرات مخالف و موافق و گزارش عباس آخوندی، بار دیگر به تداوم مسئولیت وی در وزارت راه و شهرسازی رأی اعتماد دادند. استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 13 امضا در جلسه علنی روز یک شنبه 5 مهر در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. روح الله حسینیان، مهدی کوچکزاده، حمید رسایی، حسین علی حاجی دلیگانی، جواد کریمی قدوسی، زهره طیب‌زاده، فاطمه آلیا، مسرزا ثروتی، محمود نبویان، مجتبی رحمان دوست، بهرام بیرانوند، حسن کامران و نیره اخوان 13 نماینده‌ای هستند که این طرح را امضا کردند. اکثر این نمایندگان از اعضای جبهه پایداری هستند و از حامیان دولت محمود احمدی نژاد هستند. محورهای اصلی استیضاح وزیر راه و شهرسازی، عدم انجام تعهدات زمان رأی اعتماد، مشکلات عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات زمین و مسکن شهری و روستایی، حوزه حمل و نقل و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه بود. همزمان با برگزاری جلسه استیضاح در مجلس، گروهی که حدود 20 تا 30 نفر بودند با تجمع در برابر مجلس و حمل پلاکاردهایی خواستار عدم رأی مجدد به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند. تجمع کنندگان خود را مالکان زمین‌های شمال شرق تهران عنوان کرده و خواستار صدور دستور ساخت و ساز در این مناطق شدند. مسرزا ثروتی، نماینده بجنورد، در مخالفت با آقای آخوندی گفت: در سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان برای حل مشکل 5 استان شمالی و 20 میلیون زائر بارگاه امام رضا علیه السلام، مقام معظم رهبری دستور فرمودند که هرچه سریعتر پروژه راه آهن شمال به انجام برسد، اما این پروژه به مدت 2 ماه به دلیل فقدان اعتبار توسط دولت واگذاری بخشی از سهام شرکت نهاد قدس مشابه پرداخت سهام به دیگر پیمانکاران پروژه ها 6 ماه فعال شد، اما متاسفانه در دولت 11 متوقف شد و در 2 جلسه دولت آن را لغو کردند. دادگاه حکم داد، اما حکم دادگاه در این باره اجرا نمی شود. آقای ثروتی گفت: امید تحول در وزارت راه نیست. بارها و بارها من صحبت‌هایی را با مقامات این وزارتخانه داشتم، اما بی‌فایده بوده و نمایندگان به این اظهارات که این استیضاح سیاسی است توجه نکنند و به خواست مردم از جمله در مسکن مهر توجه کنند. مسکن مهر که توقف آن یکی از دلایل استیضاح آقای آخوندی است، از طرح‌های عمده دولت در زمان محمود احمدی نژاد بود. نمایندگان مجلس با 72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 252 آرای مأخوذه با استیضاح مخالفت کرده و به وزیر راه و شهرسازی رأی اعتماد دادند. آخوندی 3 وزیر استیضاحی دولت 11 است. نمایندگان مجلس 9 پیش از این رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، و علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش را استیضاح کرده بودند. 1 پس از حملات هوایی جنگنده‌های روسی علیه مخالفان دولت سوریه، مسکو به واشنگتن پیشنهاد مذاکره درباره این عملیات را داد و همزمان ناتو بار دیگر هشدار داد که اقدامات نظامی روسیه در سوریه ممکن است پیامدهای بی‌سابقه‌ای داشته باشد.
روسیه میگوید هدف از حملات هوایی داعش است، اما آمریکا، بریتانیا و فرانسه میگویند روسیه نه داعش بلکه دیگر گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد را هدف گرفته است. ترکیه هم نسبت به نقض حریم هواییش توسط جنگنده‌های روسی اعتراض دارد و هشدار داده اگر اقدامات روسیه ادامه پیدا کند ممکن است مناسبات دو کشور معلق شود. روسیه پیشنهاد داده است که واشنگتن و مسکو گفتگوهای تازه‌ای را در مورد حملات هوایی در سوریه انجام دهند. هدف این مذاکرات جلوگیری از برخوردها میان جنگنده‌های دو طرف اعلام شده است. یک مقام ارشد ایالات متحده روز سه‌شنبه 14 مهر گفته است روسیه خواسته است گفتگوها انجام شود، اما زمان مشخصی برای آن تعیین نکرده است. آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه 14 مهر به شبکه خبری راشا تودی گفت متاسفانه ایالات متحده پیشنهاد همکاری ما را محدود به مسائل تکنیکی بین خلبانها طی انجام مأموریت در سوریه کرده است. وی پیشتر گفته بود یک کنفرانس ویدیویی بین دو طرف در مورد ایمنی خلبانها در اول اکتبر یعنی هفته پیش انجام شده بود، اما بهتر است دوستان ما پیش ما بیایند و ما رو در رو به گفتگو بنشینیم. به نوشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، مقام‌های آمریکایی می‌گویند خواستار دیدار فوری برای رفع نگرانی‌های امنیتی هوایی هستند، اما تأکید کردند که همچنان پیشنهاد مسکو برای همکاری علیه گروه حکومت اسلامی را غیر واقعی می‌بینند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به روزنامه واشنگتن پست گفت واشنگتن در انتظار پیشنهاد رسمی مسکو و آگاهی یافتن از جزئیات آن است. مقام‌های آمریکا و ناتو در مورد اینکه روسیه در حال حمله به گروهی از مخالفان بشار اسد است که از حمایت غرب برخوردارند ابراز نگرانی کردند. همزمان یس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت برخلاف ادعای دولت روسیه ورود جنگنده های این کشور به حریم هوایی ترکیه غیر عمدی نبوده است. وی هشدار داد نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده های روسی حادثه ای بسیار جدی و حتی خطرناک است. دبیر کل ناتو گفت مقامات ارشد این سازمان در مورد نقض حریم هوایی ترکیه با مقامات نظامی روسیه تماس خواهند گرفت، چرا که نقض حریم هوایی یک کشور دیگر غیر قابل قبول است. وی تأکید کرد این اقدامات روسیه ممکن است پیامدهای بی سابقه ای داشته باشد. ارتش ترکیه نیز اعلام کرد که سیستم رادار تعداد دیگری از جنگنده های این کشور که در نوار مرزی با سوریه گشت می زدن توسط هواپیماها یا سامانه های موشکی زمین به هوای روسیه مختل شده است. ارتش ترکیه نیز روز سه‌شنبه 14 مهر اعلام کرد که روز دوشنبه و در دو مورد جداگانه یک هواپیمای میگ 29 و سامانه موشکی مستقر در خاک سوریه برای 8 فروند جنگنده F-16 این کشور که در نوار مرزی با سوریه مشغول گشت‌زنی بودند مزاحمت ایجاد کردند. این دومین بار است که ارتش ترکیه خبر تعرض و مزاحمت برای هواپیماهای این کشور را اعلام می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان دیدار رسمی از بلژیک از موضع‌گیری ناتو در مورد این حادثه استقبال کرد و به روسیه هشدار داد که اگر این اقدامات ادامه پیدا کند ممکن است مناسبات دو کشور معلق شود. رئیس جمهوری ترکیه افزود هر حمله‌ای به ترکیه حمله به ناتو قلمداد می‌شود. اگر روسیه دوستی مثل ترکیه را از دست بدهد که در بسیاری زمینه‌ها با هم همکاری کرده‌اند ضرر زیادی خواهد کرد. رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی این کشور گزارش دادند که در تازه‌ترین مورد از حملات هوایی روسیه که با مشارکت جنگنده‌های سوری صورت گرفت نقاطی در شمال استان حلب هدف قرار گرفتند که در کنترل گروه خلافت اسلامی قرار دارند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است و از طریق شبکه گسترده فعالان خود حوادث داخل این کشور را بررسی و گزارش می‌کند، روز سه‌شنبه گفت جنگنده‌های روسیه طی 24 ساعت گذشته حداقل 34 بار به مواضع گروه خلافت اسلامی در پالمیرا و اطراف آن حمله کردند. طبق گزارش‌های دیدبان حقوق بشر سوریه حدود 15 پیکارجوی دیگر نیز در جریان حملات به پالمیرا
و اطراف آن کشته شدند. 11 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، را جاسوس و نفوذی خواندند و در تذکری به وزیر دادگستری از او خواستند که جهت اطلاع افکار عمومی فیلم‌های اعترافات او را منتشر کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده که قوه قضاییه ایران بنابر سابقه‌ای که در اتکا به اعترافات اجباری دارد، در مورد آقای رضاییان نیز اقدام مشابهی انجام دهد. 11 نماینده مجلس شورای اسلامی از جریان اصولگرا طی تذکری به وزیر دادگستری خواستار اطلاع رسانی دقیق و شفاف به افکار عمومی در مورد پرونده جیسون رضاییان شدند. این نمایندگان در تذکر خود با اشاره به محاکمه و صدور حکم برای این آمریکایی ایرانی تبار از مصطفی پور محمدی خواستند که جهت اطلاع افکار عمومی اطلاعات مربوط به گفته آنان این جاسوس و نفوذ آمریکاییان و فیلم‌های اعترافات او را منتشر کنند. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، اوایل تیر ماه 93 به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی پس از چند هفته به قید وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان 6 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و سپس به بند 2 الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران است منتقل شد. آقای رضاییان پس از گذشت حدود 1 سال سرانجام در خرداد 94 به اتهام جاسوسی برای کاخ سفید برابر دادگاه قرار گرفت. واشنگتن پست و کاخ سفید این اتهام را بی اساس خواندند و خواستار آزادی هرچه سریعتر این روزنامه‌نگار شدند. با وجود این اتهامات، چندی پیش محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه ممکن است نظر وزارت اطلاعات در مورد جیسون رضاییان با دیگر دستگاه‌ها متفاوت باشد، از اظهار نظر در مورد پرونده او خودداری کرد. درخواست انتشار محتویات پرونده و اعترافات آقای رضاییان در حالی بیان می‌شود که وزارت دادگستری ایران نمی‌تواند در تصمیمات قضایی دخالت مستقیم داشته باشد و در سال‌های گذشته نیز پخش اعترافات متهمان توسط صدا و سیمای ایران صورت گرفته است. این نمایندگان در بخش دیگری از تذکر خود آوردند بیش از 1 سال است که به گفته آنان جاسوس حرفه‌ای و مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران دستگیر شده، در مدت بازداشت مورد حمایت آمریکایی‌ها قرار گرفته و مکرراً آنها از تیم مذاکره کننده ما خواستند که ایران او را آزاد کند. این نمایندگان اصولگرای مجلس همچنین مدعی شدند که اطلاعات وسیعی از این به گفته آنان جاسوس حرفه‌ای در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت که باعث نگرانی از خطر نفوذی‌ها برای انقلاب اسلامی و استقلال کشور بود. نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، 1 روز پیش از این تذکر گفت در جلسه این کمیسیون گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره شیوه‌های نفوذ دشمن برای آسیب زدن به بنیان‌های انقلاب و نظام، از جمله پیگیری آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان، مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان اطلاعات سپاه در زمان دولت محمد خاتمی نقش پررنگ‌تری در سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی بر عهده گرفت و از سوی اصلاح طلبان به عنوان یک سازمان اطلاعاتی موازی نام برده می‌شد. در دولت محمود احمدی نژاد این سازمان فعالیت کمتری داشت و برخورد با منتقدان بیشتر توسط وزارت اطلاعات صورت می گرفت. اما به نظر می رسد با تغییر دولت، اطلاعات سپاه بار دیگر نقش پررنگتری بر عهده گرفته است. نظر شفیعی در بخش دیگری از سخنانش به نقل از سازمان اطلاعات سپاه گفته است جیسون رضاییان مأمور اجرای تفکر آن دست از سنای آمریکاست که معتقدند اگر این کشور بتواند روابط خود را با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را میتوان به آسانی ساقط کرد. این اظهارات در حالی بیان میشود که 2 هفته پیش 12 نماینده مجلس در تذکری به محمود علوی وزیر اطلاعات و علی جنتی وزیر ارشاد
آزاد خواستار مقابله با جریان‌های صدها نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غرب در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای شده بودند. ابراز نگرانی از نفوذ دشمن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ پس از آن بیان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به نفوذ آمریکا در ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای هشدار داد. ناظران می‌گویند آیت الله خامنه‌ای و حامیان او به شدت نگران تأثیر توافق هسته‌ای ایران و غرب بر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستند که اسفند ماه آینده به طور همزمان برگزار می‌شوند. برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب هم می‌گویند این اظهارات زمینه‌سازی برای اعمال فشار بیشتر بر نیروهای منتقد است که قصد شرکت در انتخابات مجلس آینده را دارند. به باور این فعالان، رهبر جمهوری اسلامی همچنین نگران است که رد صلاحیت کاندیداهای منتقد در انتخابات مجلس و خبرگان واکنش‌های منفی افکار عمومی را در پی داشته باشد و به تنش‌های سیاسی و اجتماعی دامن بزند. اما یک دادگاه عالی اروپایی یک قرارداد پایه‌ای انتقال اطلاعات میان اروپا و آمریکا را لغو کرده است. این قرارداد که لنگرگاه ان نام دارد، از جمله به شرکت‌هایی چون گوگل، فیسبوک و اپل اجازه می‌داد که اطلاعات کاربران اروپایی خود را به سرورهای خود در خاک آمریکا منتقل کنند. کاخ سفید نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم که بر فعالیت هزاران شرکت اثرگذار است، ابراز نگرانی کرد. یک دادگاه عالی اروپایی یک قرارداد پایه‌ای انتقال اطلاعات بین اروپا و آمریکا را لغو کرده است. کاخ سفید نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم که بر فعالیت هزاران شرکت اثرگذار است، ابراز نگرانی کرده است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که آمریکا این تصمیم را بررسی و با کمیسیون اروپایی برای ارائه چارچوبی روزآمد همکاری می‌کند. دادگاه عدالت اروپا روز سه‌شنبه 14 مهر در حکمی تاریخی توافق موسوم به لنگرگاه امن را لغو کرد که بر اساس آن که به بیش از 4000 شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه داده میشد بدون طی تشریفات خاص اطلاعات مربوط به کاربران را به دو سوی اقیانوس اطلس منتقل کنند. این توافق از جمله به شرکت هایی چون گوگل، فیسبوک و اپل اجازه میداد که اطلاعات کاربران اروپایی خود را به سرورهای خود در خاک آمریکا منتقل کنند. دادگاه عدالت اروپا بر این پایه حکم به معتبر نبودن توافق لنگرگاه امن داده است که به نظر به افشاگری های ادوارد اسنودن این توافق نمیتواند به حد کفایت از کاربران محافظت کند. در سال 2013 ادوارد اسنودن سازمان امنیت ملی آمریکا را متهم کرد که اطلاعات شهروندان خود و اتباع دیگر کشورها از جمله شهروندان اتحادیه اروپا را ردیابی و رصد میکند. این افشاگری ها مارک شومز دانشجوی اتریشی را ترغیب کرد که انتقال داده های کاربران اروپایی فیسبوک به سرورهایی در خاک آمریکا و خطر شنود این اطلاعات توسط دستگاه های امنیتی آمریکا را به چالش بکشد و از آنجا که مقر اروپایی فیسبوک در ایرلند است، او شکایت خود را به کمیسر حفاظت از اطلاعات ایرلند ارسال کرد. این پرونده نهایتاً به دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ راه یافت و به صدور این حکم تاریخی منجر شد. علاوه بر کاخ سفید که نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم ابراز نگرانی کرد، وزیر بازرگانی ایالات متحده هم در بیانیه‌ای در مورد این حکم ابراز ناامیدی عمیق کرد. معاون کمیسیون اروپا هم در واکنش به این رأی در کنفرانسی خبری گفته است کمیسیون اروپا در سایه این تصمیم به تلاش برای یافتن چارچوبی جدید برای انتقال اطلاعات شخصی به آن سوی اقیانوس اطلس ادامه خواهد داد. بر پایه قانون حریم شخصی اتحادیه اروپا انتقال اطلاعات شخصی شهروندان به خارج از اتحادیه اروپا ممنوع است، مگر در مواردی که چنان اطلاعاتی به مکانی منتقل شود که به نظر می رسد حریم شخصی به قدر کافی و در حد استانداردهای این اتحادیه تأمین می شود. اتحادیه اروپا چنین وضعیتی را برای 11 کشور از جمله ایالات متحده به رسمیت شناخته بود و در دیگر کشورها مثلا ژاپن،
شرکت‌ها برای انتقال اطلاعات شخصی کاربران ناچار از عقد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از حریم شخصی بین گروه‌ها یا اخذ تاییدیه از نهادهای مسئول در این زمینه هستند. توافق لنگرگاه امن که در سال 2000 میلادی بین کمیسیون اروپا و دولت ایالات متحده شکل گرفت، متعهد به حفاظت از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال آنها توسط شرکت‌های آمریکایی به خاک آمریکاست. در نبود این توافق، شرکت‌های آمریکایی ناچارند با کاربران و مشتریان خود مورد به مورد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی آنها منعقد کنند. گرچه شرکت‌هایی مانند گوگل و فیسبوک هم اکنون نیز چنین قراردادها و متمم‌هایی دارند. اما شامگاه دوشنبه 13 مهر ماه در تیراندازی به یک خودروی نیروی انتظامی در ایران شهر، یک گروهبان پلیس و یک آموزگار کشته شدند. به گفته مقام انتظامی جمهوری اسلامی، گروهی از اشرار خودروی نیروی پلیس را به رگبار بستند. استان سیستان و بلوچستان ایران در سالهای اخیر شاهد ناامنی و درگیری‌های متعدد میان گروه‌های مسلح مختلف با نیروهای امنیتی و انتظامی بوده است. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد شامگاه دوشنبه 13 مهر ماه یک خودروی گشت کلانتری به دست اشرار به رگبار بسته شد و در نتیجه این حادثه یک درجه دار نیروی انتظامی و یک معلم جان خود را از دست دادند. علی جلیلیان از گروهبان یکم، حسین علی صبحانیان و یک معلم به نام پرویز روشناب که در زمان وقوع حادثه در صف پمپ بنزین بوده است، به عنوان افرادی نام برد که در این حادثه کشته شدند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان نیز گفت این حادثه در نزدیکی پمپ بنزین ایران شهر رخ داده است. شامگاه یکشنبه 20 اردیبهشت پس از تیراندازی نیروهای پاسگاه محمدان ایران شهر به یک خودروی مزنون به حمله گازوئیل و سوختن سرنشینان آن بر اثر آتش گرفتن بار گازوئیل، درگیری‌هایی در شهر ایران شهر رخ داد، اما در نهایت به گفته مقامات دولتی این شلوغی ها با همراهی معتمدان محلی کنترل شد. استان سیستان و بلوچستان ایران در سالهای اخیر شاهد ناامنی بوده و به دنبال درگیری‌های متعدد میان گروه‌های مسلح مختلف با نیروهای امنیتی و انتظامی و ترور برخی افراد، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران روز 18 فروردین از بیش از 70 فقره درگیری و تجاوز مرزی از سمت مرز پاکستان به داخل خاک ایران در مدت یک سال گذشته خبر داده بود. امسال نیز گزارش هایی از درگیری در این استان منتشر شده است. از جمله در فروردین ماه گذشته 8 نفر از مرزبانان ایرانی در جنوب شرقی ایران در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران نیز در چند ماه گذشته از چندین عملیات علیه گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند. در همین حال وزارت اطلاعات ایران خبر داده است که هاشم عزیزی معروف به ابو حفص بلوشی فرمانده گروه انصار الفرقان و 2 نفر از همراهانش روز چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. محمد مورانی فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران نیز روز 22 فروردین ماه از دستگیری تعدادی از اعضای گروه انصار الفرقان و کشف انبار مهمات این گروه در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود. در این قسمت از برنامه با بهنام امینی خبرنگارمان در ترکیه همراه می شویم با گزارش اختصاصی او درباره تحولات هفته گذشته این کشور و منطقه. ورود روسیه به صفحه شطرنج سوریه و نوع بازی اونها در این میدان به هیچ وجه خوشایند ترکیه نیست، چرا که هر آنچه که در سوریه در حال رخ دادن هست دقیقاً برخلاف خواسته ترکیه داره پیش میره. حالا ما در طی چند هفته گذشته همه سرمایه گذاری های سیاسی ترکیه در سوریه با تهدید مواجه شده. فراتر از آن نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده های روس روابط دو کشور رو آنچنان دچار تنش کرده که حتی برخی از درگیری
نظامی هم سخن گفتن. البته آقای اردوغان در این باره گفت که فکر نمی کنم این عمل روس‌ها به درگیری میان ترکیه و روسیه منجر بشه، اما ناتو به صورت جدی این مسئله رو پیگیری میکنه. ناتو هم از همپیمان جنوبی خودش یعنی ترکیه قاطعانه دفاع کرد و حتی گفت که ممکنه برای حمایت از ترکیه نیرو به این کشور بفرسته. در کل باید گفت در هفته‌های اخیر تحولات منطقه و به ویژه سوریه چندان به کام ترکیه نیست. اما در کانون بحران یعنی سوریه شاید اغراق نباشه اگر بگوییم وضعیت کنونی سوریه شبیه بمب ساعتی هست که خنثی‌سازی این بمب توسط هر نیروی هر احتمالی رو هم به همراه خواهد داشت. منتقدان حضور روسا میگن اگر نبرد در سوریه طولانی بشه روسیه همراه به جایی نخواهد برد و تنها وضعیت از آنچه که امروز هست پیچیده تر خواهد شد. برخلاف غرب روسا همه مخالفان اسد رو در دسته تروریست ها قرار دادن و حملات خودشون علیه اونها رو افزایش دادن، موضوعی که نه غرب نه برخی کشورهای منطقه میپذیرن. به نظر میرسه هدف حفظ بخش غربی سوریه منطقه حما لازقیه تا دمشق هستش. این یعنی تقویت اسد و تضعیف ارتش آزاد سوریه. حالا صحبت از عملیات زمینی هم مطرح هست. گفته شده حضور روس‌ها در سوریه از چند ماه پیش با توافق ایران و به ویژه درخواست و ملاقات قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین بوده. روس‌ها البته این موضوع رو تکذیب کردن. در این مشارکت و ائتلاف گویا روس‌ها عملیات هوایی رو بر عهده گرفتن و ایران و ارتش اسد مشترکاً عهده‌دار عملیات زمینی شدن. از این رو با آگاهی روسیه و ایران از این موضوع که تنها حملات هوایی کفایت نخواهد کرد، احتمال یک عملیات گسترده‌تر زمینی بزرگ در روزهای آینده مطرح شده. هماهنگ زیاد روس‌ها و ایران در مورد عملیات نظامی در سوریه، یعنی آنکه ایران عملاً و این بار آشکارتر از قبل وارد میدان نبرد در سوریه شده. هرچند محمد جواد ظریف این هفته این موضوع رو انکار کرد، اما گزارش‌های متعددی از حضور صدها نیروی نظامی ایران در سوریه دیده میشه. حالا سوریه به اردوگاه دو ائتلاف غربی شرقی تبدیل شده. اما در عراق مقامات عراقی هم کم و بیش عنوان میکنن که ممکن هست از روسا در مورد مبارزه با تروریسم کمک بخوان. عراق اگرچه در مبارزه با داعش همپیمان امریکا هست، اما در ائتلاف جدید ایران، روسیه و سوریه هم حضور داره. به گفته روسا شلیک موشکای کروز از دریای خزر به سمت سوریه با هماهنگی تهران و بغداد صورت گرفته. اما با این همه این حضور در میان مقامات عراقی دارای یک دستی نیست. عمدتا جناح‌های شیعی و شخصیت‌های شیعه نزدیک به ایران از حضور عراق در ائتلاف جدید ایران و روسیه حمایت می‌کنند، ولی در مقابل محافل سنی مذهب در عراق چندان علاقه‌ای به حضور کشورشان در این ائتلاف ندارند. و اما تصویر آخر، موشک عمل نکرده روسی در شمال حما و اعتراض امدادگران شهر ادلب به حضور نظامی روسیه و ایران در سوریه. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه می توانید مهمترین گزارش های هفته را از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی هایی که بر صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما را در جریان نظرها و نقدهای خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما همراه هستم، بدرود.